سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه، عیدتون مبارک، دلتون شاد، الهی که پرچمتون بالا باشه، انرژیتون سر صد باشه. برای روزهای ابتدایی چند تا برنامه خاص متنوع و ویژه آماده کردم، با هم میریم جلوتر. توی شبنامه ها یه خورده خبری تر حرف میزنیم. امروز یکی دو تا نکته خیلی خاص رهبر ایران گفت تو سخنرانیشون، رو میخوایم با هم یه مروری بکنیم. فردا چند تا مسئله ویژه داریم، احتمالاً در روی باکو بهش میپردازیم و سعی میکنیم که یواشوش به سمت مسائل دیگر هم برویم، مسائل سیاسی به ویژه شروع بکنیم، با هم یک مروری پیرامونش داشته باشیم. یه دوربین مخفی میخوایم ببینیم، مربوط به نماز جمعه است. یا آقایی بلند شده رفته نماز جمعه، مثلا آقا ما تو جس یک معترض حاکمیت میریم اونجا، یه سوال میخوایم از کسایی که اومدن نماز جمعه بپرسیم و اون سوال اینه: داشت بی خیال نمیخوای بشی؟ بی خیال شو دیگه، ما اومدیم این سیستمو ببخشید عوضش بکنیم. اینا هر رو نمیرن، علتش چیه هر رو نمیرن؟ خب شما داری حمایت میکنی دیگه، چرا حمایت میکنی؟ بیخیال شو دیگه. بریم ببینیم واکنش کسانی که در نماز جمعه با این سوال روبرو میشون چه شکلیه، چه توجیهاتی دارن، چه پاسخهایی یا نه، اصلا منطقش چیه، دفاعشون پیرامون این قضیه چه چیزی هست و چه شکلی به مسئله میپردازن. ببینید ویدیو رو، برمیگردیم، نکاتی دارم خدمت شما هست. من کف دستم، آقازاده نیستم. یه استدلال بیارید که اگه ما کوتاه بیایم اوضاع خوب میشه، ما این ریشم میتراشیم همگام همه شما. اگه اصلا این نباشه بقیهش باشه. یه نکته من به شما، میدونید چرا داره اینو میپرسه؟ تو ناآرامی های اخیر خب یه تعدادی تجمع در کشور ما انجام شد. آمار که گرفتن گفتن مثلا تو اوج ناآرامی ها در سر تا سر ایران به وسط 1,000,000 خورده کیلومتر مربع، جمعیتی که آمد کف خیابون برای اعتراض به حاکمیت تو کل کشور حدود 30,000-40,000 نفر بوده. پر بخوای بگیری 50,000. حالا بحث سر چیه؟ بحث سر اینه حکومت اومد دو سه تا تجمع برگزار کرد در مثلا حمایت از خودش و از چیزهای این شکلی و از آرمانهاش. خوب جمعیتی که اومد مثلا تو تهران، ما خیلی سال بود که جمعیت میلیونی ندیده بودیم توی تجمعات. چرا؟ به خاطر اینکه آقا مثلا 13 آبان انقدر حیثیتی نمیشه که بخش خاصی از جامعه میاد. اینجا متفاوت‌تر شد. حالا اینجا خبرنگار به بهانه این قضیه رفته با همینا میخواد صحبت کنه و حرفش اینه آقا بیخیال شید، ما این بفهم هوادار نداره، ما کارش تموم کنیم بره دیگه. ببینید ویدیو رو. چهل سال مونده بقیه شد مازید، ۱۰۰ سال هزار سال سراغ بچه ها رفت. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنه، من دلم نیومد که از این بگذاریم. وقتی که خیلی رفت رو اعصابشون، یکی از بچه ها پرچم ایران دستش بود، پرچم بوسید، گفت 40 خورده سال اومدیم، بقیه اش هم میریم جلو و به نتیجه هم میرسیم. خیلی حس خوبی داره وقتی من میبینم که بچه ها و نسل های بعدی این شکلی متعصبن روی پرچم و من از همهشون ممنونم. هر کسی تو این فضایی که بچه ها مخ یه سری از شما ها رو اینستاگرام بدجوری خورده، مثلا نگاه میکنی طرف هویتش یادش رفته، کی بوده، کجا داره زندگی میکنه، چرا داره درگیر یه سری چیزایی شده، هرچی این کثافت اینستاگرام ریخته تو سرش اون همراهی کرده. تو همچین شرایطی ببخشید که این نسل رو هر کسی از راه رسیده سعی کرده باورشو به چالش بکشه، وقتی من میبینم بچه‌ها رو پرچم کشورشون تعصب دارن خیلی خوشحال میشم. دمتون گرم. بریم ادامهش رو با هم دیگه ببینیم. آقا تو رو خدا میشه اینقدر نیاید اینجا؟ یا جای مصاحبه میشه میکروفون دستتون میگیری میگم نه مرگ بر آمریکا، مرگ بر استرلو. ولکن آقا. ها؟ کجا بیام پایین؟ من پایین اول تو بیا بالا. نه آقا نه ببخشید یه دقیقه نه درست ان شاء الله نمیایم بعد اینکه مردیم دیگه. نه هفته دیگه پرچم نذاشته باشیم، نداشته باشیم، نمیخوام آقا، ما نمیخوام پرچم، اصلا نمیخوام پرچم داشته باشیم. پرچم چیه مگه؟ ما هم میخوایم داشته باشیم. آقا شیر و خورشید داشته باش. ولی من یه چیزی بگم، یه تشکر ویژه باید بکنم از یه سری از بچه‌هایی که توی کار این مصاحبه‌های چالشی این شکلی یا دوربین مخفی ها رفتن نقش مخالف بازی کردن. حالا یه دوربین مخفی هست، من یه فیلم برای شما میارم، شما بفهمید من چرا دارم تشکر میکنم. یه جا از طرف انقدر حیثیتی میشه کمربند در میاره، یارو رو میزنه. خیلی طول میکشه طرف فرصت پیدا بکنه توضیح بده دوربین مخفی بوده. حالا توی روزهای بعدی برای شما دارم ویدیوهاشو. دمتون گرم. اونایی که این شکلی وقت میذارن و سعی میکنن کارهای حرفه‌ای مشی و متفاوت این شکلی
ارائه بدن ازشون ممنونم. بریم ادامه صحبتشون رو ببینیم، واکنش کسایی که اومدن رو یک مروری داشته باشیم. ما بچهای از قاسم میدونیم کسایی مثل مسیح النجات نمیتونن این نظام عوض کنن. خیلی غلط کرده. هیچ کی نمیتونه، هیچ کی نمیتونه این کارو انجام بده. انجام خودت اذیت نکن. این شما 10 سال همین کارو کردین میمونه. 40 سال مونده بقیه‌اش هم 80 سال 100 سال 1000 سال تا قانونی مونده. جانبازی شما؟ دید چرف قشنگ زد بهش پیش گفتش که حاج قاسم شهید شد سردار قانی مونده، بقیهش هم این شکلیه 1000 سال میمونه. اون بچه گفته من منطق اونو دارم میگم و فوق‌العاده بود. حالا میره سراغ جانبازه میگه داداش تو حداقل بیخیال شد، تو بیخیال شدی دیگه قطعا اینا میفهمن که هوا پس ماستاشونو کیسه. اون ونزوئلا اینا کجا بود سعود اینترنشنال میگفت حتما میرم اونجا، حالا فعلا اونا رفتن واشنگتن، ولی شما شاید اگه نیاید اینا بفهمن دنیا دست کی. ببینید آقا دیگه شما کارتو کردی، این چیه حاجی؟ شما اگه نیان جانباز نیان میفهمن یه سری مسئولی واقعا گرونیه مردم که. بله ما هم خسته شدیم ولی از چی؟ اما وقتی کفشا رو واکس میزنه همه بلند میشن هر روز میان نماز جمعه، نه نه میان 22 بهمن این چیزا دیگه. من جوش میزنم، کسی بهم نگفته، میدونم من میدونم قطعا به تو حتما خونه سازمانی میدن، ماشین خوب میدن، بلند میشی میای اینجا. میان حتی اگه یک نفری خدا میدونه، یعنی هیچکی هم نیاد، من خودم یه نفری میام برای اینکه بگم آقا پشت انقلاب وایسید. اصلا 22 بهمن چرا میان؟ چرا نیاد؟ هر چی میشه شماها وسط. ببین این نشون میده که مردم پای نظامشونن. من چیزی به شما بگم، یه سوال ازتون میپرسم رفقا، خواهش میکنم اون دوستایی که شبیه ما فکر نمیکنن جواب بدن، اصلا فکر کنید بهش، نمیخوام جواب بدی، یه خورده به این حرف فکر بزن. فکر آقا الان توی یکی دوستان فعلا با سرفای من باید کنار بیاید. هیچ ایران رفت و سعودی صحبت کرد گفت باید با من همه مذاکره کنم، من الان حوصله‌ام سر رفته مذاکره، با سرفای من یه خورده باید کنار بیاید، بعد ایشالله با انرژی بهتون ارائه میدم. یه خورده بریم جلوتر ایشالله این سرفا هم کمتر میشه. آقا تجسم بکن الان توی کشور مثلا انگلستان در لندن شما تجمع برگزار کردید، مخالفان حاکمیت ایران، تجزیه طلب هم اومده، من اصلا کاری ندارم، نگاه خودتون و رفتار خودتون رو محترم، ما حرفی دربارش نمیزنیم. دیگه بگم کی مثلا اومده، این گروه های مختلف اومدن، بچه های خواهر منافق اومدن، بچه شاه هوادارا شما همه جمع شدید دور هم. منصفانه نگاه کن، الان من میام تو جمع شما، یه میکروفون میگیرم دستم، بعد یه سوال میپرسم، میام داداش بی خیال نمیخوای بشی؟ از رو نمیخوای بری؟ تا کی قراره بیای اینجا شعار بدی علی کشوره؟ چه اتفاقی برام من میفته؟ یکی اینو من توضیح بده، آیا من شرح خواهم شد یا نه؟ بعدش منو شرح میکنن دیگه، یا این فلان شده با رژیمه. یادتونه توی تجمعات کانادا احمق چاقو کشیده بود هندیه رو زده و گفته و موضوع رژیمه، بعد یارو زده بود تو سرش کارت در اردو من هندیم، همه اومده و اصخایی که همه ببخشید اشتباهی فکر موضوع رژیم هن. حالا ما نمیدونیم مثلا تو تجمعات کانادا سانترفیوژ داشتی غنی میکردی، چیکار داشتی میکردی؟ مثلا رژیم باید میومده بیاد تو رو رصد بکنه؟ کار ندارم. ببین سطح تحمل اینها فوق العاده بالاست. شما توی این تجمعاتی که طرف میگفت زن زندگی آزادی و این صحبت ها، نمیتونی تصور کنی بلند شی بری اونجا بگی آقا بیا منو قانع کن، بیا به من توضیح بده، بگو که مثلا حرف تو درسته، اصلا کسی تحملت نمیکنه. این خیلی حرفه ها. شما تصور کن آقا الان 50% به علاوه 1% ایرانید، داریم فرض میگیریم دیگه، و سیستم دست شماست، مخاطب اگر منتقد شما باشه تحملش میکنی؟ باش کنار میای؟ یا آفرین باید بگم به سطح تحملی که اینا داشتن، به خاطر اینکه من خودم از لحظه اول که داشتم این برنامه رو میدیدم با خودم گفتم الان میزنن رو مچش، میگن بچه های بالا بهش میگن که بیا بریم یه صحبتی بکنیم قشنگ بفهمید دنیا دست کیه. خوب دارن باش کنار میان و خوب دارن تحملش میکنن. ببینیم ادامهشو. به شما خونه میدن، ماشین میدن، شما حتما گرونی نداریم. نداریم ولی خستم. گرونی داریم ولی یه برای شما هم گرونی هست؟ بله، ما معلمیم، یعنی پایین ترین حقوق جامعه هم من هم همسرم میگیریم، مامانم. ولی معلمه تو همین ثانیه های آخر رو دم عید و اینا هم واریزشون مشکل داشته، اصلا یه وضعیتی که صدای خیلی در اومد دیگه. یه سری از این چهره های سیاسیه حامی دولت و اینا هم هر چی از دهنش در اومد توییتر گفتن، گفتن آقا دیگه مثلا طرف چه کار باید بکنه، شما اینا رو رعایت کن دیگه، تو لحظه آخر داری چیز میکنی. معلمه بلند شده اومده در دفاع از حاکمیت، خانه هم ندارد، مشکل گرانی هم دارد. ما آقا یه جاهایی مشکل اینجاست همدیگر رو نمیفهمیم،
به خاطر همین سوال میشه. مثلا رفیق ما میگه اینا چرا بلند میشن میان توی این تجمع در دفاع از چرا میان؟ از خودت پرسیدی؟ من تقریبا همه منطق اون کسایی که الان زن زندگی آزادی میگن رو رفتم در آوردم، چون برام مهمه اون رفیق من چرا پرچم تجدید طلب میبینه، باز کنارش وای میسه حرفشو میزنه. منطق شما برای من مهمه، من وقتی میخوام با شما حرف بزنم یا به شما فکر بکنم باید بفهمم هموطنم چرا داره این رفتار رو میکنه. شما با کفشه اینا قدم زدی بهش فکر کردی؟ خب وقتی داره نگاه میکنه میگه من اولا پیشرفتای کشورمو دارم میبینم، بله اون اتفاقات کاریکاتوری که هست و منم دارم مشاهده میکنم، بحثی روش نداریم، پیشرفت کشورمو دارم میبینم، همه اینها رو دارم مشاهده میکنم، اما مسئله مهمتر دشمنای کشورم دارم میبینم، باکو رو دارم میبینم، اقلیم کردستان رو دارم میبینم، جنوب غرب کشور دارم میبینم، ویز ویسای جنوب شرق کشورم دارم میبینم و میفهمم تو منطقه غرب آسیا سر برگردونم بتونن تیکه ای از کشور من میبرن، چون از ایران میترسن. به خاطر اینه که من بلند شدم با همه این داستانا اومدم وسط این میدان. ببینیم ادامش رو. من کف دستم آقازاده نیستم، پنجمین بچه‌ام به آزاده دنیا اومده. قوم خونش قوم، من بچه ملو قدیمیشون هستم. یعنی اگر من یه ذره شک داشتم تو پاک بودنش نظام یک پاکه، یک صدام هم کار نمیکرد. با دلیل به هم بگو نظام پاکه. اونی که میادت برش مثل انگل میخوره رو نچسبونید به نظام. ما این برای نظام که بابام رفته اعصاب روان بوده، عموم رفته، دولت با حکومت فرق میکنه. جمهوری اسلامی خب یه شعائری فهمی چی شد؟ بهش تیکه انداخت، گفت تو حتما تو یه خونه داری، خونه سازمانی داری، به خاطر این اومدی اینجا کفش ملت رو واکس میزنی. طرف ما باشیم مثلا این فلان فلان شده، تو خونه من از کجا دیدی؟ من دلم خواسته بیام واکس بزنم، به تو چه ربطی داره؟ این بنده خدا دیگه شاکی شد، گفتش که بابا من اولا هزار یک مشکل دارم، داستانم این شکلی اون شکلی، پدرم جانباز اعصاب روانه، ولی جمعنی اینه که باید پای این پرچم ایستاد، هر جور شده باید حمایت کرد. بعد گفتش که خب این آقازاده ها و اینا این نظام اینجوری هم که میگی پاک نیست، که آقا نچسون این انگلا رو نچسون به ما. من حرفش رو از یه جهتی البته قبول دارم. میدونی چرا؟ عمده این نکبت زاده ها و این توله زاده های کثافتی که نگاه بکنی، به خصوص ایناشون که تو خارج از کشورن دارن واق واق میکنن، برو خدا وکیلی باهاشون صحبت کن ببین با این سیستم همراهن. ساشا صبحانی با زن زندگی آزادی همراه یا با این سیستم؟ بقیهشون چطور؟ این توله زاده ها و نکبت زاده ها اتفاقا کسانی هستن که مدل رفتارشون کاملا با سیستم متفاوته و دارن هزینه هم درست میکنن. هرچند این توجیه پذیر نیست، سیستم باید یه فکر اساسی برای اینها بکنه. عرض کردم بعضی از پیشرفته خوبه، بعضی چیزا کاریکاتوریه، بعضی رفتارا کاریکاتوریه، نمیخوره به یک سیستمی که میخواهد کار موثر بکنه، باید برای اینو برنامه داشته باشه. بجد بریم ادامش رو ببینیم. داره خب اون شعائرش حقه، اون ارزشایی که مطرح کرده حقه، خب و این ما پای اون حق وایسادیم. ما میایم چه بگیم، اصل انقلابو قبول داریم، اما توی شعارامون توی حرفامون میگیم که وضعیت فعلی هم اعتراض داریم. این هیچ تضاد و تنافی با هم دیگه نداره، قابل جمعه. اعتراض به کاستی‌های انقلاب داریم، کاستی‌هایی که بگم هم کشور داره داریم، ولی این منافاتی نداره با این که بگم من حکومت بذاریم کنار. که یه شهید اومد کل روستا جمعیت اون تصویر شد جمع. من یه چیزی بگم قبل از اینکه بریم جلو، ایشون داره یکی از راهپیمایی‌های اخیرم که خیلی عجیب غریب بود. خلاصه حرفی که زد فهمید چی بود؟ گفتش آقا سیستم من احساس میکنم کلیتش خوبه، ضعفایی داره باید برطرف بشه. این حرف که داره میزنه این منطق منطق درستیه، باید بزنیم کلش رو با خاک یکسان کنیم، حالا ببینیم میتونیم بسازیم نمیتونیم بسازیم. الیف بادکوبه‌ای از اون ور حرف میزنه، این یعنی بعد چیزی میگه یا نه باید بیایم مثلا بشینیم اصلاحش بکنیم. آقا اصلاح پذیر نمیشه. تو کدوم حوزه اصلاح پذیر نمیشه؟ تو پذیرش خواهر منافق و رضا پهلوی؟ اگه تو پذیرش اینا بخواد اصلاح پذیر باشه که خاک تو سر این سیستم، ذره ای ازش حمایت نمیکنیم. بله اینا کسایی هستن که این که فیلمش در اومد رفته عربستان دیدار کرده با سعودیا، طواف خونه خداش هم بچه‌ها رفت دیگه، فیلمش اخیرا منتشر شده. خواهر منافق هم که کنار صدام بوده، بله بخواد با اینا کنار بیاد که اصلا این تموم شده رفته، باید فاتحه برش بخونیم. بس چیز دیگری هست، بس کجای ماجرا، بس اینجایی که آقا جون توی این بازی که داریم ازش تعریف میکنیم تونسته وطن حفظ بکنه. اگه تونسته وطن رو حفظ بکنه دستاوردی هم برای کشور داشته. ما میگیم زن زندگی آزادی، آقا به زنان داره ظلم میشه. اخیراً دیدم بریده این روزنامه های دوره 57 و قبل از 57 آوردن اتفاقاتی که برای زنان افتاده و در حوزه ورزش اینا دیگه، مثلا آزادی اجتماعی اینا رو هم در نظر بگیریم، در این حوزه یه چیزایی برای بانوان پیش اومده، اومده اونا رو پخش کرده بودن. اونا رو بذار کنار پیشرفتایی که بانوان این دوره داشتن با وجود حجاب و محدودیتایی که تعریف شده، شما بررسی میکنیم و اصلا قابل مقایسه نیست این دوتا با هم، و اصلا یه داستان دیگری بوده، این الان یه اتفاق دیگری.
پس چیزهای مثبتی داشته. اما مسئله ما کجاست؟ مسئله اینجاست که ما با جماعت وطن فروشی روبرو هستیم که اونا میگن نه تنها مثبتشو بپوشون و نه تنها نظر مثبتش دیده بشه، بلکه مثبتش رو نابود کن. خب این که دیگه اصلا با اسلامی ها فرق داره، تو حتی براندازم نیستی، تو نابودگر ایرانی. همین پسره اسمش کی بود، فایل صوتیشو اخیرا براتون پخش کردم، که گفته بود خرابکاری شرافتمندانه رو اولین بار اومد مطرح کرد شورای شهر شیراز، فراموش کردم اسمشو، دوستان عکسشو بذارن روی صحبت من. این مرده که بی همه چیز گفته بودی، گفته بود که باید یه تیمی داشته باشیم اون چیزای مثبت نظامو نابود کنه، که چی بشه که مردم بگن دیگه اصلا جای دفاع نداره. خب این دیگه خیانت به وطنه. یعنی تو یه چیزی داری، جاهای مثبتی داره، نکات مثبتی داره، تو میگی کلش نابود بشه، حالا هرچی موند. البته اینا من به شما میگم، اینا خائنانی هستن که کارو بستن اونجا، هم زندگی خودشون اونور تعریف کردن. فکر نکنید فردای براندازی کسی اینجا میبینی بیاد اینجا بخواد حرفی، اصلا ایران با اون تعریفی که شما میدونید نمیماند که بخواد اینا پیرامونش بیاین دفاع نقشی داخلش داشته باشن. بریم ادامهش رو ببینیم، ببینیم که ادامه صحبت این افراد به کجا میرسه. شد جهانی، این همه اینا فراخوان دادن، همه چی هم داشتن. شما یکی هر کی از هر جریانی چپ راست ازت انقلاب اکوی مدی یه استدلال بیارید که اگه ما کوتاه بیایم اوضاع خوب میشه، ما این ریش هم میتراشیم همگام همه شما. خب اگه شما کوتاه نیومدین، مگه تو بعدم همه چیزو نداد؟ بفهمید چی گفت؟ گفت آقا یه استدلال برای من بیا، به من اثبات کن که اگر ما کوتاه بیاییم دنیا با ما خوب میشه. بعد چه حرفی زد؟ بعدش گفت همین الان اینو به من اثبات کنی من ریشمو میتراشم از فردا. اصلا میخوام آقا میخوایم اصلاح کنیم دنیا با ما خوب بشه که مشکلات حل بشه. آقا میشه مشکلشون رو با ما حل میکنن؟ سعودی بعد از اینکه این همه به اینا اعتماد کرد، اولین حرفی که ترکی فیصل بعد از گفتگوی با ایران زد این بود که اینا دیگه قابل اعتماد نیستن. مثلا دیگه تو بعد چی باشی که سعودی ته تهش دیگه همه چی اینو دوشیدن. تسلیحاتی هم که بهش دادن که یمنی‌ها میزد تو سرش نداده بودن این استفاده بکنه، داده بودن تو یه جنگ تمام عیار تستش بکنن. تعارف هم نداریم، تعارفو بذارید کنار. داده بودن که تو یه جنگ تمام عیار تست بشه. آقا داستان این شکلیه. سعودی اینو فهمید، بعضی هم متاسفانه هنوز نفهمیدن. فهم می‌کنن که اگر با اونا گفتگو بکنیم داستان حله. نه، اگه حرف‌های اونها رو حکومت بپذیره داستان حل میشه. داستان به چه شکلی حل میشه؟ این شکلی حل میشه که اگه خواهر منافق و بچه‌شاو ببره تو سفارت اره بکنه دیگه هیچی بهش نمیگن. میگن اصلا عشق هست آقا، هر چی تو میگی. دنیا مال تو باشه، ولی منافع ملت ایران آنجا تعریف نمیشه. بعد بریم ادامه شو با هم دیگه ببینیم. چرا آقای حسن روحانی 8 سال پاچه‌خواری کرد، نمیدونم تکدیگری کرد، دیگه هر دریوز به دریوزگی افتاد، به التماس افتاد، چرا نشد؟ چرا دلار ارزون نشد؟ چرا دلار 3 تومن تحویل گرفت 30 تومن تحویل داد؟ صحبتاشو نگاه کن. پرچم اینجوریه، پرچم اینجوریه. من پرچم هم الان نمیخوام این پرچم باشه. ما میخوایم باشه. اسم الله فقط این پرچم باشه. ما میخوایم. خدا نگهداره. اصلا این نباشه، بقیه‌اش باشه. اصلا باشه. چی؟ الله چی کردی؟ این بعد پرچم. اینا مال دهه 90 ها. چی داره برای؟ آقا این روزه کنی سالونی بابا من سنگ برای بزنم اینو که کن کن برسن سنگ برداشت اونم داره فیلم میگه بخنده. خیلی خب آخرش این دوسته تو فهمیدن که دور مخفی و داستان چرده. من نکته دیگه ندارم، اصلا همه چیش مشخص بود، همه چیش عیان بود. امیدوارم که با قوت پیش بریم، با همه انرژی پیش بریم و بهترین ها پیش روی ایران باشه. اگر نکته داشتین بحثی بود در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که گزارش رو با پیام های شما کامل تر بکنید. خیلی مخلصم، خاک پای همه ایرانی ها هستم. دلتون شاد باشه، عیدتون خوب و مشتی پیش بره همه چیش. و اینم بگم، باز یادآوری میکنم آقا یه جاهایی اگه میبینی کسی حسش خوب نیست، سعی کن یه گفتگوی یه حرفی یه چیزی حال طرف خوب بشه. غافل نشید از این مسئله، غافل نشید. خاک پای همه رفقا هستم، وقتتون بخیر.